درود بر شما. 13 اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی و 3 می 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به وضعیت کارگران و معلمان به مناسبت روز جهانی کارگر، اول ماه می که 11 اردیبهشت بود چهارشنبه، و روز ملی معلم که 12 اردیبهشت بود پنجشنبه. یه نکته رو بذارین قبل از شروع برنامه درباره روز معلم بگم که چجوری این روز شد روز معلم. هیچ ربطی هم به جمهوری اسلامی نداشت. از 17 سال قبل از انقلاب 57 این روز روز معلم بود. دلیلش هم این بود که بخونم براتون عیناً. باشگاه مهرگان یا همان جامعه معلمان ایران که رئیسش محمد درخشش بود، قطعنامه‌ای منتشر کرد در بهمن 1339 و نوشت: معلمین میگویند حقوق یک دبیر لیسانسه کمتر از حقوق یک مستخدم جز در سازمان برنامه یا شرکت ملی نفت است، و ما خودمان مکرر نوشتیم که حقوق یک معلم کمتر از حقوق یک راننده دولتی و به مراتب کمتر از یک راننده تاکسی است. یک لیسانسه در وزارت فرهنگ ماهی 400 تومان میگیرد، ولی لیسانسه دیگر با همان تحصیلات و پایه معلومات در یک سازمان دولتی دیگر 2500 تومان دریافت میکند. ببینین، اعتراضشون درست به وضعیتی بود که همین امروز هم شاهدشیم. بعد از 60 سال باری 12 اردیبهشت 1340 با فراخوان انجمن مهرگان معلمان اعتصاب کردند و رفتن جلو مجلس. مامورای حکومت حمله کردند به معلمان، تیراندازی کردند، عده‌ای زخمی شدند و یک معلم که دبیر دبیرستانهای تهران بود به نام ابوالحسن خانعلی کشته شد. در پیامد اون ماجرا اعتصاب معلمان ادامه پیدا کرد. شریف امامی از نخست وزیری استعفا داد و علی امینی شد نخست وزیر و 18 اردیبهشت 1340 در باشگاه مهرگان علی امینی حضور یافت و به معلمان قول افزایش حقوق را داد، ولی معلمان نپذیرفتند و اعلام کردند که هیچ کس را به جز درخشش به عنوان وزیر فرهنگ نمیپذیرند. محمد درخشش از زندان آزاد و روز 22 اردیبهشت به وزارت فرهنگ منصوب شد و اشل حقوق معلمان با حقوق مهندسین مساوی شد و به تصویب هیئت وزیران رسید و به این ترتیب اعتصاب 10 روزه معلمان پایان یافت. بله، که البته 13-14 ماه بعد دوباره برق برگشت و علی امینی برکنار شد و محمد درخشش باز افتاد زندان و ادامه این مبارزه برای حق زندگی و آموزش تا امروز. حالا یادتون نره که به مناسبت اون تجمع جلو مجلس در 12 اردیبهشت 1340، 17 سال قبل از انقلاب و وقایع پیامدش، 12 اردیبهشت هر سال به عنوان روز معلم شناخته میشد در قبل از انقلاب. بعد از انقلاب سال 1358 آیت الله مرتضی مطهری ترور میشه. کی؟ 11 اردیبهشت 58 شب. خبر ترور مرتضی مطهری 12 اردیبهشت اعلام میشه و رسمی میشه. ببینین حقه‌بازی آخوندا در چه حده. روز معلم و چون میخواستن از آن خودشون بکنن، گفتن 12 اردیبهشت روز شهادت آیت الله مطهری روز معلم است. حالا طرف یه روز قبلش ترور شده بود. به هر حال اون تا اون 12 اردیبهشت رو میخواستن در واقع لوس کنن، بچسبونن به شهادت حضرت آیت الله مرتضی مطهری. تقویم هم که نگاه کنین هیچ اشاره‌ای به سابقه روز معلم در ایران و دلیل اعلام شدن این روز ملی و هیچ انگار وجود نداشته و فقط وقتی مرتضی مطهری کشته میشه روز معلم متولد میشه. تاریخ رو همینطوری می‌نویسن دیگه حاکمان همیشه. این سعی حکومت برای از آن خود کردن آنچه هایی که محبوب مردمه حالا به تقدیمی امشب مربوط میشه. چند ساله که جمهوری اسلامی داره درباره حسین منزوی غزل سرای یگانه همین کارو میکنه.
منزوی تا زنده بود که جرأت نداشتن اونو به خودشون بس کنن، چون زنده بود و یقشون رو میگرفت، باکش هم نبود، زندگیش هم نشون میده. حالا که دستش از همه جا کوتاهه، هر کاری دلشون میخواد میکنن بعد از مرگش. میگم براتون داستان چیه. تقدیمی این هفته به مناسبت 15 سال روز درگذشت حسین منزوی است. شاعر زنجانی 58 سال زندگی کرد، 16 اردیبهشت 1383 درگذشت. نمونه است حسین منزوی از هنرمندایی که حکومت سعی کرده بگه این آدم از ما بوده و از ماست و نبوده. خیلی ها رو سعی کرده از آن خودش بکنه. منزوی شاید براشون لقمه راحت تریه، چون چند تا غزل به اصطلاح عاشورایی هم داره در مورد داستان کربلا. همین هفش من میگم در مورد داستان کربلا، میخوام بگم که ببینین مذهبی بودن مذهبی نبودن اینها هیچ کدوم در تولید در آنچه که ما به عنوان بینندگان یا شنوندگان اثر تولید شده میبینیم هرگز نباید و نمیتونه جایی داشته باشه. مهم این است که طرف چه تولید کرده، چه هست. بذارین ادامه بدم داستان. همین 7-8 ماه پیش وزیر ارشاد رفته بود زنجان برای شستن قبر شهدای جمهوری اسلامی. ضمناً تو سخنرانیش برای نمونه میگم چجوری میخوان اذان خودشون بکنن، یاد حسین منزوی هم کرد آقای وزیر ارشاد و گفت بدون حسین منزوی ادبیات معاصر را نمیتوان تعریف کرد. من واقعا نمیدونم چقدر وزیر حوزوی ارشاد اسلامی که بیشتر عمرش رو تو حوزه گذرونده ادبیات معاصر رو میشناسه و حسین منزوی رو خونده. ولی یه چیز مطمئنم، منزوی از جنس هنرمندایی بود که به قول احمد شاملو معتقدن اگر هنر رو از اعتراض خالی کنیم پشیزی نمیارزه. حتی اون غزل منزوی درباره داستان کربلا که بهانه شاعران حکومتی شده برای وصل کردن منزوی به حکومت، همش اعتراض علیه تاریخ ستم. بخونین اون غزلو. یه مش مداح اهل بیت آقا امام خامنه ای و یه مش مجری مثلا شاعر و ادیب هستن که تو صدا و سیماشون هی میان با افسوس از حسین منزوی یاد میکنن که یعنی منزوی شاعر جمهوری اسلامی بود. نبود. برادر حسین منزوی رو شما تیربارون کردین. حسن منزوی مجاهد بود، سال 1360 تو زندان قزوین تیربارون شد با 8 گلوله. حسین منزوی در سوگ او نوشت: بی خزان استان بهار سرخ تو در خاطرم، آن که از خون 8 گل رویاند بر پیراهنت. زنده ای و سیل خونت می کند بیخ ستم، ای تو فرهادی دگر با تیشه بنیان کند. اینا درباره برادر مجاهدش که تیربارونش کردین گفته. واقعا نمیدونم چی بگم. میگم نمیگم. حسین منزوی سال 1378 امکان شعرخوانی توی محفل ادبی رسمی که پیدا کرد گفت: مرا ندیده بگیرید و بگذرید از من، که جز مرا نصیبی نمیبرید از من. و در ادامه به هر حال میگه: عجب که راه نفس بسته اید بر من و باز در انتظار نفسهای دیگرید از من. نه در تبری بن نیز بیم رسوایی است، به لب مباد که نامی بیاورید از من. حالا گفتم اگر زنده بود جرأت نمی کردن وصلش کنن به خودشون، به لب مباد که نامی بیاورید از من. نهایه میچسبونن به خودشون هر چو بتونن. تقدیمی این هفته به شاعران مستقل و معترض ایران. شتک زده است به خورشید خون بسیاران، شتک زده است به خورشید خون بسیاران، بر آسمان که شنیده است از زمین باران. هر آن که هست به جز کند و بند خواهد سوخت، از آتشی که گرفته است در گرفتاران. ز شعر و زمزمه شوری چنان نمی شنوند
که رطل‌های گران در کشند میخواران. دریده شد گلوی نیزنان عشق نواز، دریده شد گلوی نیزنان عشق نواز، به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران. زباله های بلا میبرند جوی به جوی، زباله های بلا میبرند جوی به جوی، مگو که آینه جاریند جوباران. نسیم نیست نه بیم است، بیم دار شدن که لرز می فکند بر تن سپیداران. سراب امن و امان است این نه امن و امان، سراب امن و امان است این نه امن و امان، که ره زده است فریبش به باور یاران. بر اساس آمار مزد نزدیک به 80% کارگران حداقل یا بسیار نزدیک به حداقل است و یا سطوح مزدی نیز بر مبنای آن تعیین می شود. این حداقل دستمزد یعنی اگر دو برابر بشه تازه میشه خط فقر. ببینین مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر رو 3,200,000 تومان تعیین کرده. خط فقر بر اساس حداقل‌های سبد معیشت خانوار چهار نفره، یعنی اگر زیر 3,200,000 تومان درآمد داشته باشی میمیری، اگر زنده بمونی یا تو خیابونی یا شغل دوم و سوم داری که دیگه جنازتو میبری خونه هفته یکی دو شب شاید. من با پرستارا که صحبت میکردم دیدم خیلی هاشون اینجوری هم. طرف میگه من هفته یه شب میتونم برام خونه، 3 شیفت کار میکنم. حتی اقل دستمزد کارگران در سال 98 چقدر تعیین شده؟ 1,517,000 تومان که با اضافه کردن حق مسکن و حق اولاد و بن کارگری و پایه سنواتی در صورت سابقه دار بودن میشه 1,876,000 تومان. یعنی چی؟ یعنی نصف درآمدی که مجلس برای خط فقر اعلام کرده. تازه حق مسکن رو از این به اصطلاح مزایا نمیدن، چون باید دولت تصویب کنه حق مسکن رو، که تصویب نکرده، میگه بودجه ندارم، تصویب نمیکنه. یعنی همین مزایا رو هم فقط رو کاغذ نوشتن. این مجلس که بر اساس محاسبات خودش خط فقر 3,200,000 تایی رو نوشته و اعلام کرده و تصویب کرده و میبینه که دولت 1,500,000 حقوق میده، یعنی کمتر از نصف، چرا جیکش در نمیاد؟ چرا دولت رو وادار نمیکنه حقوق حداقل رو بر اساس تورم خط فقر تعیین کنه؟ مگه تو همین مجلس حداقل حقوق 4,000,000 تومانی برای سال 98 پیشنهاد نشد؟ چرا مجلس تصویب نکرد؟ نکرد چون مجلس نباید در مقابل نظام قرار بگیره. حفظ نظام اوجب واجباته، حتی اگر همه بمیرن. هر کی از حق زندگی بی دغدغه اکثریت جامعه 80 میلیونی ایران حرف بزنه در مقابل نظامه، در واقع نظام در مقابلشه. دیدین دیگه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر که تو خیلی از کشورها روز تعطیل و جشن کارگریه، حدود 50 نفر رو جلو مجلس شورای اسلامی خانه ملت گرفتن، چون رفته بودن چند تا شعار بدن، قطعنامه بخونن، مشکلات و خواستاشون رو بگن. اینجوریه. اتحاد، اتحاد، کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد.
مزدوراش حکومت فرستاد، کمتر از نیم ساعت بعد از شروع تجمع حمله مغولوار شروع شد. نزدیک 50 نفر بازداشت میشن، دو تاشون روزنامه‌نگارن، بقیه کارگرای سندیکای شرکت واحد، اتحادیه آزاد کارگران ایران و بقیه تشکل‌های مستقل. و تازه حکومت از 17 روز قبل از روز کارگر یه عده از فعالین کارگری رو گرفته بود تا مثلا تجمع کارگری روز چهارشنبه اصلا برگزار نشه. یعنی واقعا چه خیال خامی داره. سرکوب بله خیلی شدیده، ولی این نتیجه شد دیگه، دیدین دیگه. بگیرین از فعالین کارگری بگیرین، بعد میبینین که یکی از بزرگترین و در واقع باشکوه ترین تجمع های کارگری جلوی مجلس در روز جهانی کارگر همین چهارشنبه اتفاق افتاد در طول حداقل 20 سال گذشته. اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه و سپیده قلیان، فعالان مدنی و امیر قلی همینطور که از اعتصاب کارگرای هفت‌تپه حمایت کرده بودند، این سپیده قلیان و امیر علی اینها رو روز 11 اردیبهشت، روز کارگر، هم صدومین روز بازداشتشون بود که اینا رو چند روز قبل از این روز کارگر یعنی روز 8 اردیبهشت هر ستاشون رو به اوین منتقل کردن بی وکیل و دادرسی روشن. اصلا این حرفا چیه من دارم میزنم؟ نظام مقدس جمهوری اسلامی این حرفا. مملکتی که 33% جمعیت 80 و چند میلیونیش در فقر مطلقن، یعنی از هر سه خانواده یک خانواده پول کافی برای غذا خوردن هم نداره. حسین راغفر اقتصاد دان که شاید بشناسینش، خیلی زیاد ازش استفاده میشه در صدا و سیما و در حاشیه دولت و اینها، حسین راغفر در گفتگو با ایسنا گفت مطالعات نشان میدهد خط فقر مطلق برای مناطق محروم 50% مناطق شهری و حدود 2 میلیون تومان است. یعنی چی؟ یعنی در مناطق شهری خط فقر مطلق 4 میلیون تومانه. او با بیان اینکه منظور دولت از فقر مطلق برای یک خانواده 5 نفره 700,000 تومان است، افزود این مبلغ برای یک خانواده 5 نفره حتی تأمین کننده غذایشان نیست. آنچه ما به عنوان فقر مطلق تعریف می‌کنیم سبد مشخصی است که باید حداقل کالاهای اساسی را در بر داشته باشد، به نحوی که اگر فردی به آنها دسترسی نداشته باشد سلامت فیزیکی و روحیش به خطر می‌افتد. این کالاها در همه جای دنیا پذیرفته شده و شامل غذا، مسکن، خدمات سلامت و حمل و نقل هستند. دستمزدهای سال 98 به هیچ وجه کفاف زندگی 10 روز کارگران را هم نمی‌دهد. به اعتقاد کارشناسان بازار کار 70% کارگران زیر خط فقر هستند. این آمارهای متفاوت خط فقر بین 70% تا 90% جامعه کارگری ایران، 90-95% مال اینه که هیچی شفاف نیست تو جمهوری اسلامی. نه فقط من و شما دقیقشو نمیدونیم، حتی خود دولت و کل حکومت هم نمیدونه. به همدیگه دروغ میگن، آمار دروغ حتی به همدیگه میدن. هر کی میخواد بیشتر بچاپه تا وقت هست، پس حتی به دوروبریاش هم دروغ میگه که یه وقت ماسکور هم دیگر رو نگیرن. ولی هیچ کس به هر حال ادعا نکرده که کمتر از 70% جمعیت کارگری ایران زیر خط فقره. جمعیت کارگری که میگم همه حقوق بگیرای جزء رو میگم، پرستارام جزء بشونن، معلم ها جزء بشونن. این نظام مقدس تو این 40 سال یک لایه تازه به دورون رسیده رو چاق کرده به قیمت اینکه انبوهی از طبقه نسبتاً متوسط، حالا اگه بتونیم بگیم که دستشون به هر حال به دهنشون میرسید، سقوط کنن به زیر خط فقر.
تو این آمارایی که گفتم که حتی به همدیگه راستش هم نمیگن، بزنین یه نمونه حقبازی آماری آخوندی رو براتون بگم درباره بودجه آموزش و پرورش امسال. بودجه سال 98 که داده شد به مجلس، رسانه‌های دولتی کلی تبلیغات کردن که بودجه امسال آموزش و پرورش از همه سال‌ها بیشتره. همه‌شون هم تیتر زدن. بیشترین بودجه سال 98 به آموزش و پرورش رسید. دددددن. دولت برای سال 98 این وزارتخانه رقمی حدود 46 هزار میلیارد تومان اختصاص داده است. هم گفتم، اینو تکرار می‌کنم. بعد وقتی میرین دقیق‌تر نگاه می‌کنین می‌بینین از سال 1383 بودجه آموزش پرورش نسبت به بودجه کل کشور هر سال کمتر شده. نگاه کنین اون رنگ قرمز بودجه کل دولت، ببینین دیگه سال 83 تا سال 95 از کجا به کجا رفت. بعد رنگ آبی بودجه آموزش پرورش، ببینین دیگه سال 83 تا 95 چقدر رفته بالا نسبت به بودجه کل. اینو میگن حق بازی آخوندی و آماری و هر چی دیگه اسمشو بخواین بذارین، شما بذارین. میگن بدهی دولت به آموزش و پرورش، یعنی مشخصا کمبود بودجه آموزش و پرورش امسال 10 هزار میلیارد تومانه، که البته دو ماه قبلش گفته بودن 20 هزار میلیارد تومانه. به هر حال این کمبود بودجه برای پرداخت اضافه کاری هاست، بازنشسته هاست و پرداخت عقب افتادگی های اینجوریه، نه حتی بودجه طرح‌های اجرایی و برنامه‌ای. یعنی پول از اینهای جاریه. این پول امسال هم نداره دولت بده، یعنی حقوق عقب افتاده صدها هزار معلم باز تلمبار میشه. 96% بودجه آموزش پرورش صرف حقوق ماهانه معلمان میشه، اون 4% ناچیز بقیه هم صرف هزینه‌های روزمره میشه. یعنی آموزش پرورش کشور 80 چند میلیونی ایران هیچ بودجه‌ای برای برنامه ریزی، اجرای برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت، فعالیت‌های فوق برنامه، کلاس‌های عملی، تجربی، آزمایشگاهی، تهیه کامپیوتر و غیره و اینها، هیچ بودجه‌ای برای این ضروریات آموزش در دنیای امروز نداره. چرا نداره؟ چون بودجه نهادهای مذهبی، نمایندگی‌های ولی معظم فقیه در دانشگاه‌ها، نمی‌دونم تبلیغات حوزه علمیه، بودجه نهادها جای بودجه آموزش پرورش گرفته و هر سال هم بیشتر میشه. تو بودجه سال 98 افزایش 100 میلیارد تومانی بودجه صدا و سیما نسبت به سال گذشته. نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، سازمان بسیج، ستاد مرکزی راهیان نور، اینا از نهادهایی هستن که بودجهشون برای سال آینده افزایش پیدا کرده. بودجه نیروی انتظامی هم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است. بودجه سپاه هم 25% نسبت به سال 97 اضافه شده. حاصل میشه چی وقتی اینجوری بودجه بندی میشه؟ 9 میلیون بی سواد، نزدیک 2 میلیون دانش آموز از تحصیل بازمانده. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل در ایران را 1,738,000 تن اعلام کرد. این آمار بر اساس نتایج سرشماری در سال 1395 به دست آمده است. فقر عامل اصلی بازماندگی از تحصیل است. معاون ابتدایی وزارت آموزش پرورش میگوید این وزارتخانه بودجه ویژه‌ای برای رفع موانع بازماندن از تحصیل کودکان ندارد. برخی کودکان نان‌آور خانواده‌اند و برخی هم هزینه رفت و آمد ندارند و دولت هم با صراحت میگه ما پول نداریم که 2 میلیون، نزدیک 2 میلیون دانش آموز از تحصیل بازمانده رو وسایل و امکانات تحصیلشون فراهم کنیم. حالا که سیل به گفته خودشون 1500 مدرسه رو ویران کرده که 910 تاش فقط در 3 استان لرستان و خوزستان و گلستان بوده، 23 استان از 31 استان ایران درگیر سیل بودن که هنوز هم تموم نشده. هیچ بودجه ویژه و هیچ اقدام اضطراری برای اینکه صدها هزار دانش آموز از درس جا مانده عقب نیفتن از زندگی وجود نداره. معلمان هرچی داد زدن تا حالا، هرچی طرح دادن برای باز کردن گرهی از کلاف کور آموزش 14 میلیون دانش آموز ابتدایی و متوسطه، حاصل شد زندان، تبعید، تهدید و میبینین دیگه. پنجشنبه 12 اردیبهشت روز معلم بود،
به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران معلمان تجمع اعتراضی داشتند در تهران مقابل اداره کل آموزش پرورش در شهرستان ها جلو اداره آموزش پرورش هر شهرستان که یکی از گسترده‌ترین تجمع‌ها و منظم‌ترین تجمع‌ها بود از ساعت 10 تا 12 روز پنجشنبه. یه تیکه فقط از یکی از تجمع‌ها رو ببینین در همدان. از این حجم بی‌تفاوتی و بی‌توجهی به آموزش و پرورش زخم‌های جبران ناپذیر خورده و خسارت‌های عظیم دیده است. ما اینجاییم تا اعلام کنیم هیچ احضار، تهدید، بازداشت، پرونده سازی، حبس و تبعید نمیتواند یک مجموعه تحت ستم و مظلوم را وادار به سکوت کند. تا تبعید و بی‌عدالتی هست ما در برابر آن خواهیم ایستاد و سکوت نخواهیم کرد. افتخاری برای نهادهای پیدا و پنهان قدرت نیست که با تهدید ستم دیدگان را وادار به سکوت کنند، در حالی که دزدها، رانت‌خواران و نجومی بگیران با آزادی تمام اقتصاد کشور را زیر رو کردند. در تهران بعد از تجمع رسول بوداقی و محمد تقی فلاحی اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بازداشت شدند. من پریشب زنگ زده بودم به آقای رسول بوداقی، از ایشون دعوت کردم که تو برنامه امشب بیان و مهمان برنامه صفحه آخر باشن، که گفتن باشه میام، ولی پیش بینی میکنم که منو تو تجمع پنجشنبه در تهران بگیرن، که متاسفانه همینطورم شد. به هر حال همون پریشب بعد از اینکه آقای بوداقی گفتن اگه همچین پیشبینی میکنن، تصمیم گرفتیم که مصاحبه رو ضبط کنیم، که اگه اتفاقی هم افتاد این مصاحبه با آقای رسول بوداقی درباره وضعیت معلمان کشور، وضعیت آموزش، تو همین برنامه الان پخش بشه که میشه. رسول بوداقی در یک ماه گذشته تو مناطق سیل زده لرستان و استانهای همجوار بود که تو صحبت با ایشون برام قبل از هر چیز مهم این بود که بدونم بازرس کانون صنفی معلمان تهران، چدی که خودش لره البته، چه دیده از وضعیت مدارس در مناطق سیل زده و آیا برنامه‌ای هست از طرف وزارت آموزش پرورش که دانش آموزای مدارس ویران شده و سیل زده ادامه تحصیلشون رو بتونن بدن، و آیا کانون صنفی معلمان میدونه که این برنامه هست که دانش آموزا لطمه نبینن؟ عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای فلاحتی و همکارانتون و همچنین بینندگان و شنوندگان ارجمند. من در دیداری که با از شهر معمولان، نورآباد و پلدختر داشتم، اوضاع مدارس و آموزش و پرورش از لحاظ خود ساختمان ها خیلی خرابه. مدارسی بودن به ویژه در پلدختر که بالکل تا نصف آب و گل هست. استفاده از این مدارس بالکل به این زودی ها، یعنی تا شاید تا آخر خرداد غیر ممکنه. خب از طرف دانش آموزان این مدارس رو باید بفرستن مدارس دیگه، که قبل از سیل مدارس کلاس هاش تراکم بالایی داشته، مثل تراکم 40 نفره. خب حالا شما دیگه تصور کنید ببینید کلاس باید الان مثلا بشه 60 نفره. مدارسی که خراب شدن دانش آموزش برن تو مدارس دیگه، خب این بشه 60 نفره یا 50 نفره. اون وقت معلم اونجا باید چیکار کنه با روحیه شکسته، چه روحیه دانش آموزان و چه روحیه معلمان؟ در واقع به نظر من به اصطلاح برگردوندن دانش آموزان برای ادامه تحصیل فقط یک مسئله سیاسیه، برای اینکه همه چیز عادی جلوه بدن، وگرنه بذاریم که در واقع آموزش و پرورش در شرایط عادی و در مدارسی که در شهرستان‌هایی که سیل نیومده هم بالکل تعطیله.
چون آموزشی داده نمیشه. حالا چه رسد به این که سیل هم بیاد و روحیه دانش آموز شکسته باشه و اینا از لحاظ روحی روانی تا 2 ماه ضربه خوردن، خیلی مشکل بیان برگردن سر کلاس، طرف خونش رو آب برده، زندگی نداره شبانه روز. خب یه دانش آموز با روحیه عاطفی چجوری میتونه بره مثلا درس بخونه و چیزی یاد بگیره؟ اینه که من به نظر من فقط و فقط هدفشون به اصطلاح سیاسی هست و اینکه به مردم بگن که همه چیز عادیه، وگرنه هیچ به اصطلاح تحصیلی در کار نیست. حالا آیا در همین حدی که اعلام شده، کار این دولت اعلام کرده، کار انتقال دانش آموزهای مدارسی که در اثر سیل از بین رفتن به مدارس دیگه انجام شده، یا این کارم رها شده کاملا؟ نه، به نظر من از رها شده است. در واقع اینا فقط میخوان با افت تحصیلی رو با نمره دادن به دانش آموزان جبران کنند. در واقع اصلا تعطیل مدارس دانش آموزا، من تا اونجایی که از همکاران شنیدم نه حضور غیاب جدی هست، نه سواد حضورون تدریس جدی هست، مدارس نصف و نیمه میرن سر کلاس، به خصوص در پل دختر. یعنی هدف صرفا این است که بگن با وجود سیل و ویرانی مدارس چند استان ما تونستیم چنان مدیریت کنیم که افت تحصیلی نداشته باشیم، منظور اینه دیگه؟ دقیقاً. بله بله، میخوان فقط ظاهر باشه، یعنی شما در مدارس عادی مطمئن باشید فقط و فقط افت تحصیلی رو با کلماتی مانند خوب است، قابل قبول است، پذیرفتنی هست اینا جبران کردن. اگر نمره ببینید عدد 1 تا 20 در از دوران رشدیه تا کنون رایج بوده، یه وسیله سنجش بوده نمره 1 تا 20 و خیلی دقیقه این نمره 1 تا 20، چون فرد میدونه در کجای این موقعیت قرار داره. نمره 20 عالی ترین نمره است، 15 مثلا مشخصه که دانش آموز در کجای این موقعیت تحصیلی هست، در کجای این آزمون هست. اما اینا آوردن برای اینکه افت تحصیلی رو پنهان کنن، از نمره دادن پرهیز کردن، کردنش کیفی مثلا، گفتن خوبه، قابل قبول، عالیه، از این کلمات به اصطلاح کیفی و تعریف قابل تعریف. خب وقتی کسی نمره 15 میگیره دیگه دقیق 15ه، میدونه. اما خوب هست، ممکنه بین یه دانش آموز خوب و یه دانش آموز قابل قبول خیلی فاصله باشه. اینه که دقت رو میاره پایین که افت تحصیلی رو جبران کنه. بعد این نمره های کیفی که از عدد در واقع تبدیل شده به حروف، آیا در مناطق سیل زده رایجه یا سراسری است؟ نه اصلا کلن اینا از چندین ساله که برای پایین آوردن افت تحصیلی به اصطلاح از این کلمات استفاده می کنن. یعنی معلمان رو در واقع مجبور کردن به این که به این به شیوه راضی بشن که دیگه مثلا معلم نمی اومد که نمره 8 کسی رو بکنه 10، سخت بود براش، حس میکرد که حیثیتش در خطره. اما الان کیفیه، مهم نیست براشون، مثلا میگن از خوب خوبه دیگه، خوب خوبه مشخص نیست چقدر خوبه. حسن رشدیه مؤسس مدارس جدید در تبریز بود و دومین مدرسه در تهران بعد از دارالفنون رو حسن رشدیه تأسیس کرد، برحال شخصیت بی نظیری بود در آموزش مدرن در ایران. برحال سوالم این است که از زمان رشدیه تا حالا در 100 سال گذشته دوره‌ای بوده است که آموزش و پرورش کشور به یه همچین وضع فاجعه آمیزی که امروز هست رسیده باشه، همچین وضعی داشته باشه؟ از سوال حضور شما، تا پیش از 57 من کتاب‌هایی رو که می‌دیدم 6 ابتدایی دقیقاً بالاتر از فوق لیسانس الان بود. دانش آموزان اون زمان آگاهی فلسفی، علمی، ریاضی و هنری بسیار بالایی داشتند. الان اینا وقتی که مثلا مدرک
دکترا رو قلابی میدن، تو تابلوهای خیابانها آشکارا می نویسن دیپلم در مثلا 6 ماه، این چه کیفیت تحصیلیه؟ مطمئنم کیفیت تحصیلی در حد از 20 نمره 2 نمره هم نیست. کتابای اون زمان رو من دیدم و به خاطر حس کنجکاوی رفتم بررسی کردم، نگاه کردم، دیدم عیناً اون کتابا الان توی مثلا فوق لیسانس تدریس میشه. کلاس 6 شما اون زمان الان تو دانشگاه ها تدریس میشه. دانش آموزان اون زمان تحلیل های علمی، فلسفی، سیاسی، ارشلات حضور شما ریاضی خیلی خیلی بالایی داشتند. بزرگترین ضربه‌ای که به سیستم آموزش و پرورش زده شده محفوظات، فقط محفوظات هم موقته، از امتحان که میاد بیرون دیگه هیچ یادش نیست. خب ببینید، ما درسی داریم به نام جغرافیا، اینا میشینن جغرافیا رو حفظ میکنن، در حالی که اصلا نیازی به حفظ کردن جغرافیا نیست. شما برید رودخانه کارون رو ببینید، یک معلم فوق لیسانس بیاد دانش آموزاشش رو ببره مثلا رود کارون رو ببینه، دیگه این اصلا علاوه بر این که رود کارون کلن تا عمر داره تو ذهنش هست، تصویرش تو ذهنش هست، طول عرض و به اصطلاح مقیاسی که در ثانیه آب از این رودخونه میگذره تو ذهنش میمونه، تا اونجا میرسه کلی به اصطلاح جغرافیا تو ذهنش تصویر سازی میشه، شهرهایی که رد میشه، جاده هایی رو که میبینه، ماشین ها، آدم های مختلف، لباس های مختلفی که میبینه، هم تاریخ میخونه، هم جغرافیا میخونه، هم جامعه شناسی میخونه. خب یه ضربه دیگه که اینا زدن نداشتن پژوهشه، پژوهشی تو آموزش و پرورش نیست. اصلا دانش آموز که سهله، دانشجو هم تحقیق نمیکنه، میان مثلا به اصطلاح پایان نامه رو میفروشنش. خب این یعنی نابودی علم و دانش در این کشور. ببینین، آماری که کمیسیون فرهنگی مجلس داده بر اساس سرشماری سال 95، بیش از 1,700,000 کودک از تحصیل جا مانده داریم. اگه ما آمار واقعی رو خیلی نم متفاوت از آنچه خودشون میگن، حدود 2,000,000 دانش آموز جا مانده از تحصیل بگیریم، نسبت به کل جمعیت دانش آموزان کشور که حدود 14,000,000 نفرن، میشه تقریبا 1 به 7. یعنی از هر 7 بچه‌ای که باید بریم مدرسه، یه نفر جا مانده از تحصیل. خود کمیسیون فرهنگی مجلس میگه دلیل اصلی فقر اقتصادی است، یا نانآور خانواده است یا پول یا آب نداره. خب این بعضی که آدم میبینه، مخصوصا باز رجوع میدم به وضعیت امروز، گرانی سرسام آور هزینه زندگی و همین سیل که باز به دلیل فقر باز چه بچه‌ها امکانی برای ادامه تحصیل نداشته باشن. رسول بداغی به عنوان یک فعال صنفی که 20 سال کار کرده تو این زمینه و معلمی کرده، چه راه حلی داره برای این وضع، برای آموزش پرورش میلیون ها بچه‌ای که باید مثلا آینده ایران رو بسازن؟ راه حل به نظر من در چارچوب تعریف شده ای که نظام جمهوری اسلامی برای خودش داره امکان پذیر نیست. اینها به اندیشه انسان هیچ بهایی نمیدن، صفر هست از نظر اینها. اینها فقط نظامیگری، شمشیر و زور و اسلحه و باروت و باتوم روی کرده اینهاست، نه علم و دانش. ببینید بودجه نظامی به رابطه خیلی معناداری بین افزایش بودجه آموزش و پرورش، کاهش بودجه آموزش و پرورش و بزهکاری هست. هر چقدر ما میبینیم، ببینید در سال 1394 بودجه آموزش و پرورش 30,000 میلیارد تومان بوده، 30 تا 33,000 میلیارد تومان. در نیروی انتظامی 56,000 میلیارد تومان بودجهش بود. ببینید چقدر به هم معنادار هست این. یعنی بودجه آموزش و پرورش وقتی 33,000 میلیارد باشه، این بودجه صرف سرکوب، صرف مبارزه با بزهکاری ها، افزایش زندان ها شده. ببینید تهران بزرگ یه زندانیه که 23,000 نفر فعلا توش زندانیه.
فقط 4 تا تیپش را افتاده. این 24 تا تیپ داره. ببینید اینا چقدر به این برنامه ریزی فکر کردن که میخوان زندان کنن فقط. این خیلی معنادار هست. افزایش زندان ها. حالا دانشگاه ها رو بیاد نگاه کنید. اینها هم در دورترین روستاها دانشگاه های آزادی درست کردن که کیفیت آموزشش نزدیک به مثلا از 20 تا 5 هست. خب مسلماً اینا روی کردشون فقط و فقط به نظامیگریه. این تفکر به هیچ عنوان به اصطلاح بهبود کیفیت به اصطلاح زندگی آینده رو برمغان نمیاره. این فقط و فقط سرکوب و ویرانی رو به اصطلاح پیغامش پیغام سرکوب و ویرانی هست. خب انسان یعنی دانشگاه، انسان یعنی آموزش و پرورش، پیشرفت بشریت یعنی آموزش و پرورش، یعنی عرصه حضور شما، یعنی دانشگاه. اگه تربیت رو از انسان بگیرن دیگه چه معنایی نمیده، یه حیوان وحشی میشه. خیلی عزم میخوام. خب آیا این حیوان وحشی چقدر تو میتونی کنترلش کنی با باتوم و شمشیر و تفنگ؟ به هر حال یه جایی فوران میکنه. به نظر من هم دارن کشور رو به نابودی میکشونن، هم دارن خودشون رو به نابودی میکشونن با این روندی که تا حالا من دیدم. ببینین، حالا من میخوام باز برگردم به سیل. ما از آغاز انقلاب یه نهضت سواد آموزی داشتیم، بودجه کلانی هم میگیره، آقای قرائتی معروف هم رئیسش بوده سالیان دراز، هر سال این بودجه میره تو جیبشون زیر عباشون. فقط هم البته نهضت سواد آموزی از اولم مال اکابر نیست. این نهضت در تعریفش قرار برای این است که به دورترین نقاط ایران بره سواد آموزی بکنه، یه چیزی مثل سپاه دانش که قبل از انقلاب بود. حالا این نهضت سواد آموزی، به ویژه من وقتی این سیل و ویرانی مدارس آواره شدن بچهای کلاس ها رو میدیدم، همش تو این فکر بودم که این نهضت سواد آموزی کجاست، چه میکنه، اصلا چرا یک حرکت جهادی به قول آقایون انجام نشده و نمیشه که صدها هزار دانش آموز بتونن درسشون رو ادامه بدن؟ چرا یه همچین حرکتی انجام نشده و نمیشه، چه از طرف آموزش پرورش، چه کانون صنفی معلمان، چه همین نهضت سواد آموزی؟ جناب آقای فلاحتی، خواسته های ما 40 سال رو هم انباشته شده. یه زمانی افزایش حقوق برابر با تورم بود، بعد اینا مدارس رو خصوصی کردن. ما مخالف مدارس خصوصی هستیم، ما مخالف مدارس پولی هستیم. به بیمه معلمان، حقوق بازنشستگان، همسانسازی بازنشستگان، عرصت حضور شما، بیمه ها، تجمیع بیمه ها، ما میخوایم یه بیمه کارآمد داشته باشن معلم ها. خواسته های متفاوتی هست. الان ما دیگه احساس میکنیم که با مردم هم شریکیم، یعنی صرفا توجه به معلمان فایده ای نداره. این تورم هر چقدر حقوق ما افزایش پیدا کنه، تورم هم افزایش پیدا میکنه. ما خواستار مهار تورم هستیم، عرض شود حضور شما. به کارگرا، واقعا دانش آموزان کارگرا توی کلاس های ما هستن. وقتی اینها ما میبینیم با فقر و تنگ دستی میان، دیگه حس درس دادن اصلا نداریم. ما با کارگران هم ابراز همدردی میکنیم. دانشجویان هم فرزندان ما هستند، اونها هم دانش آموز ما بودند. حقوق اونها رو هم پیگیری میکنیم و دنبالش هستیم. امیدوارم روزی برسه که به اصطلاح ما با کارگرا، دانشجوها، پرستارا، رانندگان به وحدت برسیم و بتونیم که به خواسته هامون برسیم. خب حالا من باز برمیگردم به موضوع این، گفتم نقش نهضت سواد آموزی و اگه فرصت باشه برمیگردم به اون موضوع. درباره خواستا که صحبت کردن آقای رسول بداغی، معناش این است که تجمع معلمان سراسر کشور دیگه علیه وضع موجوده، در واقع نه فقط خواستای ویژه صنف معلم ها، درسته دیگه؟ و چقدر معلم‌ها با حرکت‌های اعتراضی 12 اردیبهشت هر سال یا مقاطع دیگه که گاه اثر بسیج اجتماعی هم داشته، چقدر به خواسته‌هاشون رسیدن؟ اصلاً به خواسته‌ای رسیدن با این اعتراضات یا همینطور بدون نتیجه هر سال ادامه داشته؟
به خواسته هایی که ما داشتیم به هیچ وجه نرسیدیم و به اصطلاح خیلی از همکاران ما رو هم زندانی کردن. بالغ بر 200 سال الان تو پرونده معلمان زندانی هست، اخراج هست، انفصال از خدمت هست، تهدید هست، عرصوات از اونو تبعید هست. خب در واقع الان یه قانونی اینا آوردن به نام خرید خدمت، در واقع اون شرایطی رو که برای کارگرا پیش آوردن، به اصطلاح کارگرهای به اصطلاح قراردادهای موقت با قراردادهای چک‌های سفید امضا، 3 ماه می‌برن سر کار، بعد اینا رو 10 روز برای اینکه بیمه نپردازن، به شکل‌های گوناگون کارگرها رو واقعا استثمار می‌کنن. الان همون برنامه رو آوردن توی آموزش و پرورش. با چی؟ با خرید خدمت، معلمان خرید خدمت. اینها در ماه بالغ بر 800-700 هزار تومان بیشتر حقوق دریافت نمی‌کنن. اینها فقط روزای و ساعتی که تو اصلا از بیمه‌شون هیچ خبری نیست، روزای تعطیل حقوق ندارن، در واقع بیکارن. خب همون استثماری رو که در حق کارگران روا داشتن آوردن در حق معلم‌ها هم انجام دادن. خب اینه که تا حالا مقاومت قانون‌های صنفی باعث شده که اینها دیرتر به این فکر بیفتند و حقوق معلم‌ها رو دست کم حقوقشون رو به موقع پرداخت کنن. به نظر من اگه قانون‌های صنفی نبودن، خیلی سال‌ها 15 سال پیش این برنامه‌هایی که امروز دارن اجرا می‌کنن اجرا می‌کردن. الان ما هر معلم‌ها به اضافه کار پارسالشون رو نگرفتن. ببینید اینا یه برنامه‌ای دارن، وقتی کسی استخدام یک شرکتی، یه نهادی میشه، یه وزارتخونه میشه، بیمه باید پرداخت کنه، باید حقوق روزهای تعطیلش رو هم بده، ردیف استخدامی میخواد، ولی اینا به خاطر اینکه از زیر این کار در برن هیچ کیو استخدام نمی کنن. میان معلمایی که استخدام هستن یا بازنشسته هستن اونا رو میبرن سر کار، بعد به نام اضافه کار، اضافه کاری بهشون میدن، که خیلی از این همکارای ما الان اضافه کار پارسالشون هم نگرفتن. یعنی در واقع دارن اینا از نیروی رایگان و مفت معلم‌ها دارن استفاده میکنن. همکاران ما هم توجه نمیکنن، میگن حالا ما باید ما نسبت به هم نوعانمون احساس همدردی کنیم. وقتی من میرم 24 ساعت تدریس میکنم، 24 ساعت دیگر رو هم میرم اضافه کار میگیرم، حق یه دانش آموز، حق یک فرد بیکار و تحصیل کرده است که بره این 24 ساعت دومی رو بگیره، نه من. خب این الان اونا حتی اون حقوقشون هم نمیدن. خب این تأسف انگیزه دیگه. خب حالا من میخوام برگردم به عنوان آخرین سوال به همون سوال مشخصی که کردم، چرا کانون صنفی معلمان ایران با این همه معلمی که عضو بشن و همه پرتوان و شریف، چرا کانون صنفی معلمان و چرا نهضت سواد آموزی که اسمش روشه، نهضته، چرا یک حرکت جهادی به قول خود آقایون انجام ندادن و نمیدن برای نجات آموزش این همه دانش آموز سیل زده؟ بله، کانون صنفی معلمان که اگر بخواد این کار رو بکنه اینا نمیذارن، اینا جلوگیری میکنن و حتی خیلی وقتا ما به سختی کمک های مردمی رو هم میبردیم به مردم میرسونیم، تا چه رسد به این که اینا بیان مثلا. خب مسئله اصلی فضای آموزشی هست. اینا مدارسی که در اونجا بودن از قبل به هر حال مدرسه بوده، دانش آموز توش بوده، معلم هم داشته. حالا بحث فضاست، اونا از لحاظ معلم که کم ندارن، فقط فضای مناسب رو ندارن که این تدریس رو. بعد نهضت سواد آموزی اصلا اگر بخواد بیاد بره دانش آموزان رو درس بده، به نظر من این خیلی لطمه خواهد زد. روش تدریس معلمی در آموزش و پرورش، حتی معلم با معلم هم فرق میکنه. تا چه رسد به این که نهضت سواد آموزی در اون سطح نیست که نهضت سواد آموزی بیاد جای معلم‌ها بره مدرسه.
اونا فقط قرآن رو درس میدن، الفبا رو یاد میدن. نهضت سواد آموزی فقط تدریس الفبا و به اصطلاح از بر کردن قرآن و از سواد حضور شما ریاضیات تا سطح مثلا جمع و ضرب و تفریق و منهاست، چهار عمل اصلی. دیگه بیشتر از این نهضت سواد آموزی که نمیتونه مد دانش آموز پنجم ابتدایی رو درس بده. اونا فقط تا سوم و چهارم اینا درس میدن که در تخصص اونا نیست. بله، با تشکر بسیار از آقای رسول بوداغی بازرس کانون صنفی معلمان تهران، این گفتگویی که دیدید پریشب انجام شده بود و رسول بوداغی دیروز پنجشنبه در تجمع معلمان تهران بازداشت شده. الان ایشون در بازداشت هستن و اینو از دیگه فقط یادتون نره که کل برنامه رو، حالا هنوز فردا آخر مونده، کل برنامه رو میتونین روی IGTV صدای آمریکا ببینین. بریم پرده آخر. اگر یه خانم خواست خیلی سالم بمونه، حتما سعی کنه هر روز صبح ناشتا که بیدار شد یه قاشق قرباخوری داخل زردچوبه کنه، در بیاره، بذاره رو زبونش، ته قاشق هم بچسبونه به سقف دهانش، بکشه قاشق رو بیرون. این هیچ موقع سرطان نمیگیره. میشه یه بار دیگه پخش کنیم؟ خواهش میکنم. خانم خواست خیلی سالم بمونه، حتما سعی کنه هر روز صبح ناشتا که بیدار شد یه قاشق قرباخوری داخل زردچوبه کنه، در بیاره، بذاره رو زبونش، ته قاشق هم بچسبونه به سقف دهانش، بکشه قاشق رو بیرون. این هیچ موقع سرطان نمیگیره. شب و روزگار خوش.